خب زیبا جان، امروز برای ما از درآمد زندگیت و خرچ زندگیت بگو. مردم میگن که تو از یک جای کمک میشه برات، آیا این راست هست یا که نه؟ و این خرچ، این داستانهای زیبای زندگی تو که کتاب درست کردی و کتاب چاپ کردی، این هزینه‌اش از کجا هست و کی کمکت میکنه؟ آیا کمک کردن دیگران، حرفایی که میزنن مردم، راست هست یا نه؟ من اول شروع می‌کنم از اینکه کلاً معیشت زندگیم از کجا تامین میشه، اینها رو توضیح میدم و بعد هم میپردازم به اینکه هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی خودم رو از کجا به دست میارم. این سوال خیلی خوبیه و خوشحالم از اینکه این کلیپ داره تهیه میشه، چون خیلی در مورد شغل من، در مورد درآمد من، در مورد زندگی و کجا محل زندگی من سوال میکنن و خوبه که با این کلیپ این سوال ها جواب داده میشه. از سال 1998 که اومدم به آلمان، البته بعد از چندین ماه که اونجا مهمان خواهرم بودم، به هر حال بنا به شرایطی که برای من پیش میاد و مسائلی که برام پیش میاد، من حالا تقاضای پناهندگی میکنم و بعد اقامت دائم میگیرم. حالا اون خودش جای خاصی رو داره و بعد حالا برای اقدام، یعنی برای زندگی خودم رو اینجا شروع میکنم. البته الان پناهنده نیستم و اجازه اقامت دائم در آلمان رو دارم و تامین زندگیم هم الان توضیح میدم. این خونه من که از سال 2009 که دوباره به آلمان برمیگردم، این خونه رو من میگیرم و کلن یک زندگی دوباره رو در آلمان شروع میکنم. خونه که در سال 2009 من از دولت گرفتم، که زندگیش، یعنی در واقع دولت هزینه این خونه رو میپردازه، شامل دو تا اتاقه که الان از همین بالکن زیبا شروع میکنم، چون که میخواستم که خونه که بگیر، شرایطی که برای خونم نوشته بودم که داشته باشه، یکی داشتن بالکن بود که چون به شدت از سیگار متنفرم و برای دوستای سیگاریم که این در محکم ببندن و من بوش برام نیاد، این یکی از شرایطش بود و اینکه طبقه اول باشه و که اگر یک روزی مادرم خواست بیاد اینجا، خونه اگر آسانسور نداشت بتونه مادرم راحت بیاد، بخاطر پاش که مشکل داره. به هر حال این خونه با این شرایطی که بخواستم و بهتر از اونی که انتظارشو داشتم به من رسید. این خونه رو از اینجا با این گلای قشنگ و این گلم که میبوسمش، که چون همین فیلم بردار عزیز من به من هدیه کرده و حمید شریفی، دوباره میبوسمش. اینجا میبینی که این آب میریزم برای پرنده ها، این ظرف مخصوص آب برای پرنده ها و سنجاب منم میاد همیشه از این آب میخوره. گلام هم که همه قنچه کردن و گلای شمدونی خوشگل. این خونه نزدیک 45 متر مربع است با دو تا اتاق. این اتاق خوابشه و که خیلی هم تو اینجا به هر حال کلیپ های زیادی هم اینجا درست کردم که این خیلی نورگیر و خیلی خوب، و اینجا همه همسایه های من با من سلام علیک میکنم و در واقع تمام زندگی منو زیر نظر دارم، به خصوص همسایه جلوییم که خیلی کنجکاوه و خیلی از همسایه های دیگم اونو، اون خانومو زیاد دوستش ندارم، ولی خب من دوستش دارم و میگم اشکال نداره، چون خودم فضولان و کنجکاوان و دوست دارم و خودم هم یکی از اون ها هستم. اینم که کامپیوتریه که محل کامپیوترم، محل ارتباط با تمام دوستانم و کارهای فرهنگیم که از اینجاست و ارتباطاتم و کارهای درمانی که مشاوره های روان درمانی من از طریق اینترنت هستش، که دوستانی که به من مراجعه میکنن یا وقت میگیرن، من میتونم از طریق اینترنت و تلفن باشون ارتباط بگیرم. تلفن من هم کلا به
کل این تلفن من نشون بدم که بازم هدیه ای بود، هزینه زیادش از همین حمید شریفی بود که برای من موقعی که میخواست آلمان رو ترک کنه قبل از اینکه دوباره بیاد برای من هدیه داد. من تلفنم به کل اروپا و آمریکا و استرالیا و اینها فلت ریت هست، یعنی بدون هزینه اضافی، که دوستانی که مشاوره تلفنی دارن که من از طریق تلفن و نه فقط اینترنت باشون ارتباط بگیرم که پشت همش پشت کامپیوتر نشینم. تو حمامم یه نگاه بکنه، این بار راه رو و هم حمام میشم که قدیمیه، کلن این خونه چیز نوسازی نشده و خیلی چیزاش قدیم کنم که بگم حتی حد این چیزای دیوارش اینا، یعنی اگر مثلا من، یعنی خیلی ها میان میگن خب تمیز هست خونه، کلن تمیزه ولی نو نیست، یعنی این مقدار آلت بودش دیگه، یعنی بگیم قدیم، سبک قدیمی و همه این چیزایی که هست. من خب نیاز به این داره که به هر حال اگه بخوام اینها رو تغییر بدم یک هزینه ای رو باید بذارم. اینجا هم که آشپزخونه من هست، آشپزخونه خوب با سیستم آنتیک خودش، من به قول مرد تمام چیزایی که توی اکثر چیزایی که توی خونه بود از کمد و نمیدونم اون چی میگه ویترین و نمیدونم میز و لباس شویی و خیلی از وسایلی که اینجا بود و تخت و اینها رو من همه رو در واقع از خوششانسی خودم، چون اون موقعی که دوباره به آلمان اومده بودم، یعنی در واقع زیرو صفر، همه چی به صفر و نقطه شروع دوباره زندگی من بود که خوشبختانه از اونجایی که خیلی زن خوشبختی هستم و همه جا به من به قول معروف کائنات کمک میکنه، یک مستاجری که قبل اینجا بود تمام وسائل رو به من میبخشه با این شرط که اون من زود خونه رو تحویل بگیرم، که شرطش هم خیلی برای من خوب بود چون من از دست خونه نداشتم، گفتم چه شرط خوبی. و بعدش هم این که میترینه رو نشون بدم، این از این آینه فلان، حتی این نقاشی به این قشنگی که الان اینجا هست از همون صاحب، یعنی مستاجری قبل من که یه خانم مسنی بود که به سالمندان میخواست بره و پسرش تمام خونه رو به من واگذار میکنه با تمام وسایلی که هست، به غیر از چندین وسیله‌ای که در این دو سه سال باز هم از دوستان دیگه هدیه گرفتم. این ویترین هم که اینجا هست باز از همون خانم بوده و خونه هم تقریبا تمیز بود و من با این شرط این دوست عزیزمون همون مستاجر قبلی پسرش به من همه رو به من میده که من در واقع خونه رو همونطوری که هست بگیرم و این مجبور نباشه که همین وسایل رو بریزه بیرون و یا بده به یه جایی، یا چون خودش احتیاج نداشت، مادرشم که دیگه به سالمندان باید می. بعدش دیگه منم که همه چی برای من واقعا اوکی. من هزینه زندگیم در واقع از طریق دولت هست و من حدود بهتره که اینجا من حدودش رو هم دقیقا بگم، حدود 700 و یه مقدار کمتر بیشتر 720 اورو من از دولت برای من کمک میشه و به خاطر اینکه کار رسمی الان ندارم و کار من غیر رسمیه و در این جهت دارم تلاش میکنم که در حدود یک سال و نیم هستش که دارم چون مراحل بیماری های روحی روانی خودم رو کاملا سپری کردم و دیگه در مرحله، یعنی یک از نظر پزشکان اینجا هم سالم شناخته شدم که بتونم که تمام مسائل خودم رو بدون استرس پیش ببرم، در جهت خودکفایی خودم و اینکه کلن از دولت کمک‌های دولتی رها بشم هستم، ولی این یک برنامه میخواد که این برنامه رو در جهتش هستم که
تا اون مدت در واقع به من کمک حمایت همچنان ادامه خواهد داشت تا موقعی که من بیزینس پلن خودم رو به اونها بدم. چون کار من همونطور که تو کلیپ های قبلی گفتم، من پزشک افیسیال یعنی رسمی در اینجا نیستم که شناخته شده برای اینها باشه و این مراحل خاص خودش رو داره که من این مراحل رو به خاطر از دست دادن زمان زیاد نمیخوام بگذرونم و بنابراین کار دوباره کاری هستم که بتونم اینجا در کنار نویسندگی خودم و روان درمانی خودم اینها رو به جایی برسونم که بتونه یک بیزینس پلن خوبی باشه که من به هر حال برای اونها مهم نیست از کجا این درآمد میاد، مهم اینه که من بتونم دیگه از اینها رها بشم. ولی فعلا هنوز این هست و این هزینه این دو خونه حدود 380 اویرویی که اجاره این خونه هست در واقع خونه چیز میپردازه، دولت میپردازه. امید برای تو هم چایی بریزم؟ یکی برد. بله. 380 اویرو اجاره این خونه هست، چون این خونه خونه قدیمیه ولی خیلی خیلی اجارش هم خوبه. محلش هم محله متوسط نشینه، روبه پایین هست ولی بی نهایت منطقش قشنگه، چون کنار رودخانه البه هست و نزدیک مرکز شهر هم هست و این امتیاز خیلی خوبیه. اما این خونه در این برنامه هستش که این خونه بازسازی بشه، اما مربوط به دوران قبل از جز نباش، یعنی اوایل بعد از جنگه، یعنی حدود 50 بیشتر از 50 ساله که این خونه هست. گفتم 380 اورو که اجاره این خونه است و بقیه اون 720 اورویی که هست برای تامین معیشت خودم هست که یه حدود 40 تا 50 رو شما باید بذارید برای تلفن با هزینه های تلفن و بعد رفت آمد و برق و برق از خودمونه، ولی آب نه، آب رو باز دولت میپردازه، هزینه آب رو و هزینه گرم شدن اینجا هم تا موقعی که هست دولت روی هزینه های خونه هست و اگر اضافه بشه، اضافه هم به هر حال هزینش بیاد دولت میپردازه، که خب من معمولا به خاطر اینکه خیلی صرفه جو هستم و از اون برم کلن یه فردی هستم که هوای سرد رو ترجیح میدم، خیلی کم استفاده میکنم از شوفاژ و اینها و این کم میشه برای من، این پولم اضافه میرسه، یعنی مازاد برای این هر سال به من پول اضافه میاد که البته باید این رو به دولت برگرد. در مورد کمک های مردمی باید بگم که بله وجود داره. من کتاب 5 تا بازم باید باشم 5 تا کتابی که کتابام که اینجا هست، 5 تا کتابی که چاپ کردم، هزینه کتاب ها من 5 تا کتابم رو چاپ کردم، بقیهش به صورت دیجیتال که حدود 8-9 تا کتاب هستن، اینا توی اینترنت هستن و هنوز دیگه فعلا تصمیم ندارم که اینا رو چاپ بکنم. این کتاب ها در واقع با صفحه جویی خودم، خب همین 5 تا کتابی که چیز از اونجایی که دوست ندارم که قرض داشته باشم، هزینه کتاب ها رو اول میپرسیدم، جویا میشدم که چقدر هست و در یه حد مثلا این کتاب رو که کتاب سیبا رو که بیشترین یعنی بیشترین مقدار چاپ کردم 600 تا، این کتاب سیبا و زینب رو 500 تا، این کتاب پوست خرس رو اینم 500 تا، این کتاب عادتی رو اینم فکر کنم 500 تا، این کتاب رو 300 تا، چون دو برابر این کتاب زینب و این کتاب ها تقریبا حساب بکنی مثلا آخرین کتاب که 2000 اورو هزینه شد برای 300 تا، بعد این بقیه هم در همین حدود از 1400 1500 1600 1200 و اینها رو حساب بکنیم حدود 5-6 هزار تایی میشه دیگه شده، که من همیشه چون تک تک اینا رو چاپ میکردم سعی میکردم این مقدار رو هزینه ها رو این
جمع بکنم که با اون سیستم اقتصادی خودم که بی نهایت اقتصادی و استفاده بهینه از همه وسایل میکنم، خیلی راحت من اینا رو جمع میکنم در یک مدت چند ماه که صرف جویی میکنم، چون من خرج زندگیم کمه، نه سیگاریم، نه مشروبیم، نه اهل آرایشم. الان از پارسال که مامو دارم رنگ میکنم، ماهی 2-3 اویرو هم اضافه شده به هزینه مثلا کسمتیک ما، آرایش ما، و نه اهل آرایش و اینجور چیزا هستم و نه اهل لباس و خرید و اینها. واسم اینه که تمام لباس های من میشه گفت 99%شون دست دومه، از بازارهای دست دوم فروشی و از همین هدیه‌ای که دوستان میدن، چون همه میشناسن هر کی یه لباس میاره، زیبا اینو دوست داری، اونو دوست داری، اینو بهت میاد، اون یکی میاد، همه میدونن که من چون خیلی بی راحت و به قول معروف، به قول اونها بی ریا و خیلی راحت میپذیرم اینا رو، برای من میادم. بنابراین از سر تا پامو نگاه کنید، همه لباس هایی که تا حالا دیدی شما همشون هدیه یا از بازارهای دست دوم فروشی بودن که 3-4 رو بیشتر نبوده. گهگاه دیگه اگه خیلی خواستم دیگه به خودم دیگه کاری بکنم، خیلی دیگه اون موقع شده مثلا 20 یورو 25 یورو فلان اینا که به ندرت هم پیش اومد. بعدش این هزینه کتابامو در واقع بنیانش از اون صرفه‌جویی خودم بوده و اینکه مطمئن بشم که در وهله اول وقتی که از من اون ناشرم میگفتش مثلا این پولو به حساب من بریز مثلا در 2 هفته یا 3 هفته، باید اون پول تامین میشد، چون من کتاب خودم کتابامو خیلی دوست دارم، اما بازم نه بیشتر از خودم، و خودم هم یعنی کتابا باید در خدمت من باشن، نه من در خدمت کتابا. اینه که من میخواستم که استرسی برام نباشه این قرضش. واسه تو این وسط روی اول خودم حساب میکردم و در کنارش یه دفعه میدیدی خب دوستام، از دوست پسرهام، از نمیدونم دوستان هواداران به من کمک میکردن. در این کتاب زینب که من واقعا باید بگم یعنی شاهکار شد و خیلی خیلی سورپریز شد، کمک مالی که برای این کتاب دوستانم به من کردن واقعا خیلی خیلی بیشتر از اون انتظاری بود که من داشتم. 750 اورو در از ایران برای من فرستادن، از تبریز، کسایی که نمیشناختم، از شمال ایران، از مشهد، از تهران و و و اینا رو همه فرستادم به حساب گیزینگ. گیزینگ برای من از طریق دوستم عزت برای من فرستاد این پول رو. بعد 500 اورو از انگلیس یک دختری به نام نرگس پرشیان که اون واقعا اصلا بهش گفتم که من دیگه بیشتر از این احتیاج ندارم، من 100 اورو کم داشتم نسبت به اون مسئله، ولی خب اون گفتش که خب بهترین کاره که من تو زندگیم کردم، برای کتابای دیگه و کارهای فرهنگیت استفاده کن، که خیلی خوشحال شدم طبیعیه. و از فرانسه و از دوستانی که تو هامبورگ بود، از بیشتر از اونی که من حساب میکردم کمک شد. و در واقع من رو اونا حساب نکرده بودم اول، چون خودم بایستی حساب با اونطور بشه که هیچ قرضی نداشته باشم، ولی خب خارج از انتظارم به من کمک کردن. و یه سری اصلا نمیتونه پول نقد ندادم، ولی گفتم مواد غذایی با ما، یه سری اصلا کارهای خونه ما انجام دادن تو اون مدت که این کارو به این کتابو میخواستم چاپ کنم، از اولدوز و فوزیه دو نفری بودن، 2 ماه خیلی به من کمک کردن، اصلا خرج خونم رو اولدوز میکرد، وسایل نون و مواد غذایی اینا رو فوزیه میآورد. و پس من برای کتاب ها در واقع به کمک های مردمی هم بوده، کمک دوستام هم بوده، و من تونستم راحت یعنی کتابام رو چاپ بکنم، هرچند و به دست مردم برسونم، هرچند که هیچ کدوم تا الان از کتاب فروشی هایی که من بهشون به شهرهای مختلف، به کشورهای مختلف حتی فرستادم،
هیچ کسی به غیر از یه آقایی به نام ناصر زراعتی که در سوئد بود به من پولش رو نفرستاد و دو تا فروشگاهی هم که تو هامبورگ بودن به زحمت پول یه مقدار از پولمو گرفتم دیگه ازشون. بقیه هیچ کس پول کتابامو نداد. کتابام خیلی خیلی به قول معروف هیتامل شده و من واقعا از طریق این فیلم خواهش میکنم که اگر کسانی میشنون کتابای من رو در یه جایی میبینن حداقل به خودم برسونن، به کتابا به خودم برسونن. برای همینه که این کتاب آخر رو به هیچ کتاب فروشی ندادم و فقط دست خودم مونده و هر کسی میخواد از خودم میگیره، چون مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسم. خب زیبا جان، مردم میگن که تو از طرف جمهوری اسلامی ایران هم کمک های زیاد میشی. میخواستم راجع به این مسئله صحبت کنی، واقعا همچه واقعیت داره این کار یا نه؟ تا الان که به من هیچ کمکی نکرده، امیدوارم بعد از این فیلم یه کمکی بکنه. از بس که خب البته میدونم مسئله جاسوسی رو مطرح کردن و مطرح شده، من توی کلیپ دیگه هم بهش اشاره کردم، اما به من تا الان کمک مالی نکردن. وقتی هم که من یک بار دیدم که خیلی مسئله جاسوس رو مطرح میکنم، من یه بار به سفارت یه ایمیل فرستادم، گفتم بابا ما یه زمانی طرفدار شما بودیم، توبه کرده بودیم، زینب بودیم، بعدش حالا این همه دارن بد و بیرا میگن، فوش میدن، فلان میکنن. خب یه هنی هونی تقی توقی یه هوای این تواب خودتون رو داشته باشید دیگه. یک بارم به چپیا، به چیز حزب کمونیست کارگری براشون پیام فرستادم، گفتم یه زمانی بابا ما 6 سال کمونیست بودیم، در رابطه با این جریانات رفتیم زندان، یه حالی از من بپرسید، یه کسی پنج تو تابوت ها بوده، 5 سال زندان بوده، یه احوالی بپرسید، یه کمکی بکنید، یه چیزی. آقا نه از طرف چپیا به ما جوابی دادن، نه از طرف سفارت اینجا هم که من یه ایمیل فرستادم، گفتم بابا ما شدیم مرغ، چی میگن، مرغی که هم تو عزا هم تو عروسی میکشن، بابا یه چیزی حداقل به من بفرستید دلم آروم بشه، بگم یه حداقل اینا که به من میگن، یک بابا یه 1000 یورویی هم به من رسید از طرف این، هیچ حرفی نزد. امیدوارم بعد از این فیلم دوستانی که از طرف سفارت و جمهوری اسلامی اینا هستن یه تماسی با من بگیرن، یک کتابایی رسما کتابام به سفارت دادم، فرستادم به کنسولات هم دادم، حداقل بیان اونا پول اونا رو به من بدن و بیانم دیگه. نگرفتم، نه ندادن، یعنی نگرفتم که میگرفتم من حتما، ندادن. خب زیبا، تو راجع به این پرچم صحبت کن که این چرا از شیر خورشید تبدیل شده به عکسای تو و اون وسطش هم کتابات هست، یعنی میشه راجع به این صحبت کنی به ما؟ والا من اصلا هیچ وقت پرچم نداشتم، من اصلا چون پرچم اعتقاد ندارم، پرچم یعنی بگم که پرچم یه پرچم خاصی رو بزنم، اینم هدیه یکی از دوستانم هست به نام دوستان سابقم که به یکی از دشمنان فعلیم فکر کنم تبدیل شده، چیز نیما تیلور، کارش در رابطه با پرچم بوده، عکسای منو میگیره و بعد این طرح از اون بوده و بعد برای من میاره. خب 200 یوروی ما رو که اومده بود قرض ما رو بده نداد و رفت دیگه، پدر ما رو در برد و حالا یه بحثای مسائلی هم پیش اومد، حالا جای اینجا نیست، ولی خب به هر حال حالا که 200 یوروی ما رو نداد و پول ما رو خورد رفت، اما حداقل این پرچم رو ما زدیم اینجا که هر بار که میبینیم یه فوشو بهش بده. نه حالا جدا از شوخی، ولی خب بعد نبود، طرح قشنگی بود و من اینو زدم. حالا شاید یک آشتی با ایران و خب چون آشتی کردم ایرانو دوستش دارم، آشتی با این پرچم و
چون شیر خورشید اینا رو هم قبول ندارم. از نیما تیلور علارغم همه مسائلی که پیش اومده برای این طرح متشکرم که با ایده خودش این کار برای من انجام داده، وگرنه منظور خاصی نیست. در مورد خونه و هزینه 380 اورو کرایه خونه بود، کرایه خونه هستش، و بعدش هم که برقم حدودا 30 اورو میپردازم. و یه مقدار من اگر دوستان توی کلیپ‌های من نگاه کرده باشن، چون من همیشه مهمان دارم و به خصوص اینکه عضو اتحادیه کاش سرفینگ هم هستم و از این اتحادیه هم من خیلی مهمان ها از سراسر جهان، از چین و ایتالیا و فرانسه و آمریکا و مکزیک و نمیدونم دانمارک و پولن و لهستان و همه جاها و به خصوص آلمان خیلی مهمان داشتم. و برای مدتیه که من برای اینکه کسی بخواد بیاد مهمان، طبعا از پارسال این کار کردم که به خاطر اینکه هزینه های جانبی خونه جبران بشه و برای من هزینه نیاد، کسی که میخواد بیاد پیش من، من شبی 7 اورو میگرفتم که الان میخوام بکنم 10 اورو. حالا اگه بدم خیلی ها بگم، ولی خب به هر حال من این مقدار پولی که نزدیک 250 چه نزدیک فرض کنید که به غیر از این هزینه برق و نمیدونم تلفن اینها حدود 200 اورویی که برای من میمونه، به خاطر اینکه دوستان من خیلی زیاد هستن، تا کافیه بگن که چیز زیبا چیزی لازم نداری یا چیزی میخوای بیارم سلی لیست من در میاد بیرون. به همشون میگم خب چیزایی که میخوایم بیارین چیزی باشه که من دوست دارم، مثلا دوست دارم برام مشروب بیارن، شکلات های آنچنانی، دکوراسیون، اصلا وسایل انقدر به من دوستایی که دارم به من وسایل میارن که من همینطور وسایل خونه، بچه هایی که دوستام که میخوان که خونه جدید میگیرن معمولا از من سوال میکنن، چون به خاطر این کمیونیکیشن های بیشتری که زیادی که دارم همه به من ریفر میکنن و میگن که زیبا مثلا این وسایل دارم نمیخوام و اینها. ما هم که دیگه قدر روابط داریم، این به اون، اون به اون، و همینطور اینا بدون اینکه کمیسیون، کمیسیون من واقعا عشق و محبت افراد و دوستامه که واقعا اینقدر اعتماد به من نشون میدن و هر کی هم یک کاری رو میکنه، به جای وقتی هم که کسی برای من یک کاری میکنه اون یکی هم یا من برایش یک کاری میکنم اونم در مقابل هستن کارهایی رو انجام میدن. و نهایتا نمیگم که اینجا کسایی نبودن که مثلا برخوردهای منفی کردن، مثل مثلا بمزن به هر روی پولی رو برداشتن رفتن و نیوردن ندادن و اینها. خب اینم که به قول معروف دیگه چاشنی تلخه اوناست و باعث نمیشه که ما این کار رو، این روابط و این سیستم همزیستی با نشاط و قشنگ با هم دیگه نداشته باشیم. و در واقع این خونه من هم پراکسیس منه، یا در واقع مطب به منه و هم محل زندگیمه و هم محلیه که الان مثلا فرض کن که تو توی این دو هفته الان میخوای اینجا بمونی، همینطور کسایی هستن که زنگ میزنن میگن ما میخواییم دو سه روز با تو بیاییم پیش تو، تو رو ببینیم از نزدیک و با تو زندگی کنیم و از تجربت استفاده کنیم و اصلا کلن این یک زندگی درمانی با هم میکنیم، همون چیزی که در تز من هست و من میگم روان درمانی اجتماعی با هم زندگی کنیم، این تزیه که من توی روان درمانی خودم دارم که در واقع ما باید با هم زندگی کنیم بدون اون فاصله‌ای که توی پزشکی معمول هست که یه روان درمان میشینه، یه کلینت هم میشینه، بعد مثلا یک ساعت نگاه میکنم که خب حالا لطفا 50 اورو یا 100 اورو تو بذار و بعد برو. نه، من این اعتقادو ندارم و میگم ما در واقع که وقتایی که من میدم اپوینتمنت ها یا اون وقت ها، ترمین ها، اون چیزایی که با افراد بدیم چند روزه هست و همینطور افراد میان پیش من با هم زندگی میکنیم. حالا توی این رابطه چه مسائلی پیش میاد بستگی به اون احساس من و اون فرد و اون نوع زندگی ما هست. مثل من و تو که الان توی مدت با هم زندگی کردیم و تو بخشی از زندگی من شدیم، من بخشی از زندگی تو شدم، برای همدیگه خیلی کارا میکنیم و بنیان این کار رو ما مسئله مادی نمیذاریم بلکه عشق و محبت میذاریم و ببینیم که خب به هر حال ببینیم خودمون نسبت به این بنیان
غیر متریال چجوری برخورد میکنه. طبیعی که متریال و مسائل مادی هم توش نقشی رو ایجا ایفا میکنه، ولی نه نقش تعیین کننده، بلکه نقش کاتالیزور و کمک کننده. اینه که من مثلا توی این رابطه از کسایی که مثلا یه چیز رو ازشون میخوام میگم که شما با مثلا پولی رو میخوام، میگم یا مهمان که خونه من میاد، راستینم میگم مهمون که میاد خونه من همیشه میگم باید مهمان حبیب مبیب خدا فلان اینا، من نمیشناسم، یا من براتون گوسفند بکشم و یا نمیدونم فلان، از این حرفا شلانیز فوربال خیلی وقت رفته این حرفا. مهمون که میاد باید احساس، من در خونه رو فقط باز میکنم و بعد میگم تو هم یه کاری بکن که من از تو استفاده کنم. اگه مثلا فرض کن خریدی هست، خونهشو کار خریدی بکن، تمیز کردنی هست تمیز بکن، کار بکن که یه چیز رو باید درست بکنی درست بکنی. احساس بکن اینجا خونه خودته و اینجا رو یک بخشش رو بهده بگیر. برای همین هست که وقتی نگاه میکنی از تمام این اشیایی که اینجا هستن حرف میزنن، اشیای این خونه از گلها گرفته، از این لوستر گرفته، از اون پرچم گرفته، از این سمبول کیر مقدس گرفته، تا این عکس برهنه‌ای که اینجا دارم، تا این گل حسنی یوسف قشنگ، تا این مجسمه که مال حمید صادقی هستش، یا این تابلویی که از محسن هاشم‌پور داستان هم گرفتم، و این تابلویی که از درویش جواد زنگنه گرفتم، یا نمیدونم و خیلی چیزا، یا این مبل خیلی قشنگی که هر کی میاد این که میشینه میگه که آو چقدر یه چیزیه که ماساژم میده، چقدرم قشنگه، چقدر گرونه. بله این شاید نزدیک 1000 اورو قیمتش باشه، ولی برای من همینطور، البته همینطوری هم که نبود، مال یه خونه یکی از دوستان بودم، گفت زیبا با تو که دوست شدم احساس میکنم برای تو خوبه. از بین 50 تا 100 اورو یک عددی رو انتخاب بکن. ما هم یه دفعه گفتیم 70، گفت 70 اورو بده اینو بگیر. ما هم دادیم و گرفتیم و خیلی مشتری زیاد داره، دوستان خیلی خواستن، خب ما هم حالا اینو کاندید کردیم برای یکی از دوستان بدم که مشکل کمر داره و هر روز نیاز داره به ماساژ و اینها، که به جور البته خودم این یه چند بار ماساژ ببینم بعد بهش بدم. خب این در واقع گفتم همه این اشیا، همه این چیزایی که اینجا هستن حرف میزنن، حتی این سنگی که، یعنی هر کسی هم اینجایی که نگاه بکنید، از مواد غذایی، از تمام این وسایلی که هست اشیا حرف میزنن، از این ویترینی که گرفته. من چیزایی رو میگیرم اولا که دوست ندارم خرید کنم، برم توی فروشگاه خرید نو فلان اینا بکنم، اصلا از کوچیکی دوست نداشتم، همیشه میگفتم یه چیزایی باشه خیلی به سیستم بازیافت و ریسایکلینگ اینها خیلی اعتقاد دارم. من نمیدونم چجوری دکتر شدم از کوچیکی، از جمع من باید آشغال جمع کن میشتم چون خیلی آشکارا رو دوست دارم، آشکارا رو درست کردنش اصلا کلا یه گرایش خاصی به آشغال دارم، و اینکه این آشغال ها و این چیزایی که ما مواد زائد حسابش میکنیم اینها رو بازیافتش بکنیم، و اصلا اینه که همیشه یک جوری دوست دارم که چیزایی استفاده بشه. بعد مثلا فرض کنید نگاه کنید این با این رنگش یکی نیست، این با این رنگش یکی نیست، ولی هر کدوم از اینها رو من به مرور زمان خودش گرفتم، یه دفعه دیدم یه تیکه افتاده آوردم اینو گذاشتم اینجا به کمک یکی از بچه‌ها، بعد به بچه‌ها کار دادم، همیشه افرادی که بچه‌هایی که بیکار بودن گفتم یه کار هست، خونه دوستام کار هست، خونه خودم کار هست، خونه اینور اونور همیشه کار دادم با اون وسایلی که با حداقل هزینه. من فکر میکنم که این خونه قشنگی، هرچند که آرزو دارم که به زودی خونه من تعمیر بکنم. گفتم که همه این اشیا اینجا همه حرف میزنن، چون که متعلق به همه انرژی های انسان های مختلف. راجع به این عکس میشه صحبت کنی؟ این عکسم من سال چند بود؟ 2005-6 بود فکر کنم که من حمایت از محیط زیست حدود 6 ماهی من اونجا کار میکردم، بعد یه دوره رو به جای چون برای اینکه داوطلبانه کار میکردم گفتم شما به من یاد بدید، یه برنامه هایی اونجا هست، اون برنامه ها خیلی جالب بودن که تورهای مختلفی بود که بیشتر آلمانی ها شرکت میکردن، من اون موقع آرزو کردم که خارجی هایی هم که در آلمان هستن در این برنامه ها شرکت کنن، بنابراین ازشون خواستم که به من این برنامه رو یاد بدن، یعنی راهنمای جنگل.
من اینجا راهنمای جنگل شدم، بعدن از طرف اون از داوطلبانه میخواستم این کار انجام بدم برای تمام، یعنی اگه نگاه کنید این گروه مثلا میکسه، همه جور افرادی هست، از سیاه‌پوست و روس و آلمانی و افغانی و اینها. یه دفعه 20 نفر رو من میبردم و توی مجلات محلی و اینها عکسای من هست با مقالات من توی این رابطه به آلمانی، که من 15 یورو هم برای این کار ساعتی پول میگرفتم. مثلا فرض کنید 3 ساعت که میبردم 45 یورو پول میگرفتم که من این گروه رو میبردم توی جنگل. خیلی جالب بود، با هم دیگه درخت ها نشون میدادم، برگا رو، طبیعت و اون محیط چه چیزایی داشت و اتمسفر خوبی رو با هم داشتیم در فضای آزاد قدم میزدیم و کار بی نهایت جالبی بود. اما کار بود که خیلی استقبال شد، ولی من با وجود که درآمدشم خوب بود ولی من ارزام نمیکرد، چون من دوست دارم که همیشه کارام کارایی باشه که خودم انتخاب بکنم، نه اینکه پول برای من تعیین کننده باشه. بعد بنابراین حالا داشتم اینو میگفتم که از تمام اشیایی که اینجا هستن همشون حرف میزنن. این صندلی عاملش بهروز اعتمادزاده که کلیپش هم هست، حریم نیمه خلوت ما خوش آمدید که با پوری بود. این موقع ما یک رابطه نزدیک با هم داشتیم، در زندگی من خیلی فعالانه شرکت کرد، از جمله اینکه گفت من یک صندلی خوبی رو میخوام بگیرم. بعد این هدیه رو از پیروز آبجار زن و کس، هدیه ای که در واقع خریدم 50 یورو از بهروز آبشار خریدم، البته ارزش هنریش بیشتر از این هاست. در واقع میخوام بگم تمام این از میز و کامپیوتر و صندلی ها، این صندلی مثلا فرض کن این صندلی 90 یورو، این صندلی هم گذاشتم میخواستم ببرم، گفتم آقا اینو می اجازه دارم ببرم؟ گفت آره، ما میخواستیم بندازیمش رو شما برداشت، ما آوردیم. و همه این در واقع سیستم تمام تک تک این اشیا حرف میزنن و من اعتقاد دارم که اشیا هم انرژی دارن، شعور دارن، تمام کائنات و ذرات این جهان حرف میزنن و این خونه و این دیوارها و این اشیا و تمام اینها. درسته که در من در سطح جزء فقیر، در سطح فقیرترین آدمهای آلمان، یعنی از نظر درآمدی نگاه بکنیم، زندگی میکنم و در اون رده هستم، ولی به قول خیلی از دوستان و خودم از خوشبخت‌ترین افراد شاید روی زمین باشم، به خاطر اینکه واقعا روی سرمایه اصلی که قلب‌های انسان هاست سرمایه گذاری کرد و خیلی قلب‌ها رو به دست آوردم که عاشقانه و با محبت منو دوست دارم و من هم دوستشون دارم.